اینجا فرودگاه مهرآباد، شاید خلوت‌تر از همیشه. خیلی خلوت شده فرودگاه، می‌بینیم که افزایش قیمت بلیط پروازهای داخلی در هفته‌های گذشته تا جایی رسیده که برخی پروازها مثل تهران کیش عددهای بیش از 1,000,000 تومان را هم تجربه کردند. یک ماه و نیم پیش بلیط رفت به کیش رو گرفتم به 130 تومان، برگشت گرفتم 160 تومن ولی الان رفت و برگشت گرفتم 900 تومن. چند روز خیلی نوسان داشتون. من دوشنبه گذشته اینجا رفتم تهران شیراز 512 تومن. بوده 330 هزار تومن. 330 هزار. قبلا خب اطلاع چقدر بوده؟ 180-190 تومن میشد بری بیایی دیگه. قیمت ها خیلی اضافه شده. دیروز یه پرواز از مشهد به تهران خریدیم به 500 هزار تومان. گرانی بلیط ها موجب شده مقابل بسیاری از پروازها عبارت کنسل درج و یا مثل این عکس صندلی های خالی در پروازها زیاد دیده بشه. اما وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش این افزایش قیمت ها رو منطقی عنوان کرد. حفظ صنعت از قیمت بسیار مهمتره. ما باید اول بتونیم صنعت رو همچنان چرخ صنعت رو در حرکت نگه داریم. یک نکته بسیار مهمی است. چند روز پس از همین صحبت ها و همچنان با عدم استقبال مردم از خرید بلیط های گران، برخلاف آنچه آقای وزیر می گفت، صنعت هوایی هم دچار مشکل شد و سازمان هواپیمایی در پی چاره برآمد. قرار شد که سقف اون نرخی رو برای ایام پیک پروازی تابستون رو مشخص کنن، در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی قرار بدن و عرضه از طریق دفاتر خدمات مسافرتی مجاز و یا سایت هایی که از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز اخذ کردن عرضه بشه. بر این اساس بلیط تهران مشهد 390 و تهران کیش 590 هزار تومان قیمت گذاری شده که لیست کامل قیمت ها تا پایان تابستان در صفحه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما قابل مشاهده است. البته قیمت‌های جدید هم نسبت به ماه گذشته از افزایش قابل تأملی برخورداره. 15 و 55 دقیقه بلیط بندرعباس دارم. الان دفتر کاسپیان میگه اصلا کنسل شده، به ما هم خبر ندادند. امروز همچنین سازمان هواپیمایی از اختصاص ارز از طریق سامانه نیما به شرکت‌های هواپیمایی خبر داد. رکن مهم صنعت هواپیمایی مسافران هستند و رضایت اونها. قطعاً رها کردن نظارت بر قیمت‌ها به بهانه حمایت از صنعت هوایی لطمات جبران ناپذیری رو بر پیکره این صنعت کلیدی کشورمون وارد خواهد کرد. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه مهرآباد تهران.